درود میگم به همه فارسی زبانان در سراسر گیتی که بیننده برنامه های جنبش رنسانس ایرانی هستند و همینطور درود و خوش آمد میگم به دکتر آرسمی سهورا که طبق معمول این هفته هم هستن در این برنامه. بانو آرسمی سهورا عزیز خیلی خوش اومد. سپاس از شما بانو افسانه گرامی و درود بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه های جنبش رنسانس ایرانی. سپاس از حضور شما دکتر آرتمیس. دکتر آرتمیس، جستار امشب در مورد فساد اقتصادی و سیاسی چیست و چه پیامدهایی بر رشد و توسعه کشورها دارد؟ این فساد اقتصادی و سیاسی، اینا رو اگر شما مهر کنین و برای بیننده ها توضیح بدین سپاس گذارم. سپاسگزارم بانو افسانه گرامی. فساد یکی از مسائل خیلی مهمی است که معمولاً دربارش کم صحبت میشه، به طور علمی و به طور در واقع دانشیک مردم کم میدونن، برای اینکه تعریف فساد کلاً یک مفهوم دشواری است، یک در واقع رویکرد چند بعدیه. کهن‌ترین جنبه فساد، توضیح در واقع جنبه فساد توسط ماکیاولی در به صورت مکتوب وجود داره که میگه کاهش درستکاری در بین مقامات سیاسی و شهروندان یک کشور، بهش میگن فساد. در نسخه مدرنش، حالا اگه بخوایم تعریفی از فساد داشته باشیم، یکی از روانشناسان سرشناس به نام هاورس ابرهارد ریشتر، یکی از به اصطلاح روانشناسان خیلی معروف در همین امور روانشناسی و جامعه شناسی اجتماع هست، میگه فساد تضعیف در واقع ارزش‌های یک کشوره، حالا میتونه ارزش‌های سیاسی باشه یا ارزش‌های اقتصادی باشه. در واقع یک زوال یا یک نشیب و فرورفتی است که به صورت گسترده و در واقع به صورت خیلی جهانی داره اتفاق میفته و مورد انتقاد هم بسیار هست. بعد دیگر این فساد، علاوه بر اون فسادی که به معنی کاهش درستکاری است و تضعیف ارزش‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ملت هاست، به عنوان یک رفتار انحرافی معرفی میشه. کریستیان هافلینگ یکی از جامعه شناسان و اقتصاددانهایی هست که خیلی معروفه و همینطور جی سانتویرا، اینم باز یکی از اقتصاددانهای معروفه، هر دوی اینها فساد رو به عنوان یک بیماری در واقع اجتماعی توصیف میکنن و میگن که سوء استفاده از قدرت عمومی برای منفعت شخصی یا گروهیه. فساد در واقع یک مبادله است که یک سو نداره، معمولا بین دو تا شخص یا چند طرف گوناگونه، یعنی یک بعدهای سومی هم داره. حالا میتونه این بعد سوم یا کالای اقتصادی باشه یا قدرت سیاسی باشه که از یک سو بین یک طرفی که سوء استفاده میکنه از اون کالای اقتصادی یا قدرت سیاسی و از سوی دیگه بین افرادی که از اون در اون جامعه محدود میشن یا محروم میشن اعمال میشه و سطوح مختلفی هم داره. میتونیم بگیم که در واقع دسته های گوناگونی در اجتماع از نظر فساد وجود داره. نخستین دسته فساد سفید نامیده میشه. این فساد رو بیشتر با مدارا در برخی از جوامع نگاه میکنن، حتی ممکنه قانونی باشه و حتی ممکنه که از نظر عرفی هم در جامعه خیلی بد به نظر نیاد، ولی به هر حال یک جور پیوندها یا یک جور پارتی بازی هایی که در اجتماع در واقع انجام میشه بین مثلا فرض کنید به صورت خانوادگی ممکنه اینجور زد و بندها انجام بشه یا یک سیستم هایی باشه که مثلا از طرف یک بیزنسمنی به مشتری انجام میشه. این خیلی اوقات ممکنه خیلی کمرنگ باشه و مردم اونو به صورت فساد سفید اصلا نبیننش در جامعه. نوع فسادی که اغلب در حد کشورها، در حد دولتها اتفاق میفته بهش میگن فساد خاکستری. فساد خاکستری در واقع دولتها یا جوامعی هستند که خیلی
جوامع قانونمندی نیستند و اگر هم حتی قانون اساسی و جامعه به اصطلاح دموکراتیکی هم هستند، اما این فساد در حد دولت ممکنه انجام بشه و در یک جامعه ممکن ناخوشایند به نظر بیاد، نگاه خوشایندی جامعه بهش نداره، اما افرادی که درگیر این گونه فساد هستن عمدتا هیچ حسی برای اینکه دارن کار اشتباهی انجام میدن یا اینکه نباید اون کار اشتباه انجام بدن در خودشون حس نمی کنن. اینو بهش میگم فساد خاکستری، یعنی در حد دولت ها داره انجام میشه و افراد هم هیچ پشیمانی یا هیچ حس خیلی وخیمی نسبت به این فساد نشون نمیدن. نوع آخر یا نوع بدترین نوع فساد که بهش میگن فساد سیاه، اونقدر این فساد شدیده که همه هنجارها و قوانین جامعه رو داره در واقع زیر پا میگذاره و همه مردم رو داره ناراحت میکنه و همم دارن دربارش صحبت میکنن، اما یک جوری اسمش هست زیر سایه سیاست داره این فساد سیاه انجام میشه و معمولا حامیان قدرتمندی داره انجام این فساد و افرادی هستن که مستقیم و غیر مستقیم پشت انجام این گونه فساد هستن علارغم اعتراض یا مخالفت همه مردم یک جامعه و این در واقع بخشی از فرایند سیاسی غیر رسمیه که یک توافقات سیاسی غیر مشروع یا غیر قانونی داره انجام میشه و هدفمند از سوی دولت‌ها پنهان میشه یا پشتیبانی میشه. حالا ما بیایم ببینیم که فساد سیاسی ما به چی میگیم به طور کلی. فساد سیاسی استفاده از اختیارات مقامات دولتی یا ارتباطات شبکه‌ای اونها برای منافع خصوصی یا گروهی نامشروع و انواع گوناگونی هم داره. این گونه فساد سیاسی شامل رشوه، لابیگری، اخاذی، همدستی، پارتی بازی های به اصطلاح در حد سیاسی و بالا و از ارکان به اصطلاح حکومت و حتی میتونه شامل اختلاس ها و دزدی ها و اقدامات مجرمانه دیگه که دولت پشتیبانشه، مثل قاچاق مواد مخدر، پولشویی و قاچاق و واردات و صادرات کالاها از طریق غیر گمرکی یا پرداخت نکردن گمرک به کشور و اینها رو شامل میشه این فساد سیاسی و سوء استفاده از مقاصد از قدرت دولتی برای مقاصد دیگه ای مثل سرکوب مخالفان سیاسی و خشونت عمومی که به اصطلاح پلیس یا نیروهای انتظامی کشور علیه مردم اون جامعه در حمایت از حکومت حاکمه بر اون جامعه و سران سیاسی جامعه انجام میدن. به این میگن فساد سیاسی. پس فساد سیاسی یک چیز کاملا هدفمند دولتی است و بسیار اشکال گوناگون و خطرناک و گسترده‌ای داره و در این راه هم از به اصطلاح اقدام یا نیروی انتظامی اون کشور هم استفاده میکنن و در لایه‌های مختلف تا سرکوب شدید هر آن کسی که با اونها مخالفت میکنه هم پیش میره. حالا میخوایم ببینیم که در این فساد سیاسی چه کارهایی مثلا در دولت ها انجام میشه. به طور کلی ما میدونیم در همه جای جهان اگر شما برای انجام هر کار اداری، سیاسی، دولتی، قضایی مجبور باشید به رشوه دادن یا هدیه دادن یا پول به اصطلاح زیر میزی دادن، این نشان دهنده فساد دولتی است و فسادی که بر سیاست اون دولت حکم فرماست. هر هدیه رایگانی در واقع میتونه به عنوان طرحی برای جذب گیرنده اون فساد به سمت برخی از سوگیری ها تلقی بشه. حالا این میتونه خرج انتخابات رو دادن باشه، رشوه دادن به نمایندگان گوناگون باشه، رشوه هایی که نمایندگان گوناگون به افراد حوزه های انتخابیه شون میدن برای خریدن آرای به نفع خودشون، یا هر گونه امتیاز خاصی بخوای در
سیستم دولتی کسب بکنی، مثل ارتقای شغلی، انعام دادن به منظور برنده شدن در قراردادها و کنتراکت ها و مناقصه ها و مزایده ها و این حرف هایی که دولت انجام میده، برای گرفتن شغل، برای گرفتن معافیت از برخی از وظایف مثل سربازی، مثل معاف شدن از طرح، مثل معاف شدن از افتادن به نقاط دور افتاده و امثال اونها هست، یا حتی هر گونه کارمندی که به مافوق خودش رشوهی مجبور بشه بده، یا هر گونه ارباب رجوعی که به اصطلاح افراد مختلف، کارمندان دولت یا ارگانهای مختلف اداری مجبورشن بشن برای اینکه یک لطف کلیدی در حقشون انجام بشه و کارشون را بیفته، یا قانون رو به نفعشون بچرخونن، یا قانون رو دور بزنن، یا قانون رو یه جوری رد کنن زیر سیبیلی، و برای اینکه یک چیزهای اینگونه انجام بشن اینگونه رشوه ها داده میشه. و در همه جهان این بسیار بسیار مذموم و ناپسنده، و در بسیاری از کشورهای قانون مدار و قانون محور در جهان اینها مجازات شدید در حد اخراج، محرومیت از همه پست‌های دولتی و اداری و سیاسی میتونه حتی داشته باشه، تا زندان و جریمه‌های نقدی سنگین که از افرادی که این گونه خطاها رو انجام دادن در سیستم اداری و سیاسی و دولتی براشون اعمال میشه. یک نوع گسترده تری از فساد امروزه انجام میشه که در جوامعی که قوانینشون بسیار آبکیه، یا دور زده میشه، یا قوانین اجرا نمیشه، یا افرادی که دولت بسیار فاسد دارن، مثل همین دولت کنونی ایرانو که میبینید، به نام فساد نهادها نامیده میشه، که این رشوه و انواع سود آشکاری که میگیرن هم فراتر میره. این فساد نهادها در هر مؤسسه‌ای به وجود میاد که وابسته به حمایت مالی افرادی است که در اونجا منافعی دارن و هدف که میتونه با هدف اصلی مؤسسه هم در تضاد باشه، و این عمل غیرقانونیه و تنها توسط صاحب منصب، در واقع تنها در صورتی میشه گفت فساد سیاسی تلقی میشه که این عمل مستقیم با وظایف رسمیشون مرتبط باشن و تحت نام و رنگ قانون انجام بشن، و یا شامل اعمال نفوذ یا در واقع اعمال قدرت در بخشهای گوناگون میشه، و این بسیار بسیار میتونه گسترده باشه، مثل فساد نهادهای قضایی، فساد نهادهای اجرایی، فساد قوه مقننه یا دولت یا قانونگذاران، و همچنین فساد نهادهای گوناگون مثلا نهادهای بهداشتی درمانی، نهادهای به اصطلاح وزارتخانه های گوناگون، نهادهای تامین اجتماعی در کشورها، و نهادهایی که مسئولیت های گوناگونی رو در حوزه اداری و حوزه اداره کشور به عهده دارن. بانو احسان، اگر پرسشی داریم بفرمایید. خواهش میکنم. بذار خواهش میکنم. ما بقیه صحبت های شما رو میشنویم، در پایان من کوتاه اضافه میکنم. بسیار خب. این فساد نهادها در کشورهایی که قانون گریز هستند، سران کشور، بسیار دیده میشه. به طور کلی در جاهایی که اختیارات دولتی گسترده و نامحدود هست، فساد نهادها به مراتب بیشتره. به عنوان مثال در ایران ببخشید. در ایران نهادهای گوناگون از شهرداری ها تا نهادهایی مثلا جهاد سازندگی، تا نهادهایی مثلا کمیته امداد امام، و نهادهای گوناگونی که اختیارات اقتصادی، نفوذ، رابطه و اختیارات حتی سیاسی دارن، در ایران به شدت دیده میشه. و این در کشورهای جهان سوم فقط نیست. ببخشید من یه لحظه. بله.
در خود آمریکایی که ما داریم در زندگی میکنیم، حتی میخوام بگم در همه جهان هست، ولی در کشورهایی که دولت‌ها اختیارات نامحدود دارن و به غایت سرکوبگرن، این فساد نهادها بیشتره. و میتونیم بگیم در کشورهایی که قانون مدارن، حداقل این رشوه ها و این فسادها رو میشه و افراد پیگرد قانونی میشن. به عنوان مثال در خود آمریکا همین گونه فساد نهادهای گوناگون، حالا اینا میتونه شامل CIA باشه، میتونه شامل FBI باشه، میتونه شامل انواع نهادهای حمایتی به اصطلاح طبقات محرومتر جامعه باشه، اینها به تنهایی در آمریکا در سال 1 تریلیون دلار فساد نهادهای گوناگون رو داریم. اگر در کشوری که به اصطلاح جزو کشورهای قانونمدار جهانه و سران کشور دزدی‌های بی حد و حصر نمیتونن بکنن و دسترسیشون به منابع مالی بی حد و حصر نیست و دولت هم آنچنان ثروتمند نیست مثلا دولت ایران که همه منابع ملی و زیرزمینی و نفت و گاز و همه چیز در اختیار دولته، در آمریکا این حالت هم نیست و دولت بسیار کوچیکه و منابع درآمدش فقط از مالیاتی است که از مردم میگیرن. اگر در آمریکایی که دولت اینقدر درآمد کمی داره به نسبت ایران که منابع نامحدودتری داره، سالی 1 تریلیون دلار فساد نهادها در آمریکا وجود داشته باشه، خودتون میزان فسادی که در کشوری مانند ایران میتونه وجود داشته باشه رو در نظر بگیریم که کاملا یک وضعیت فساد گسترده و بیبندوباری است که دزد سالاری رو در کشور ایجاد کرده و در واژه ما میتونیم یک حکومت دزدان رو نام بهش بدیم. یعنی در کشوری مثل ایران که یک دولت کاملا فاسد از نظر سیاسی و اقتصادی داره و منابع نامحدود مالی دولت، یعنی منابع ملی کلش در اختیار دولت هست، در واقع یک نوع حکومت دزدان مستولی میشه اگر حکومتی ناسالم باشه و اگر حکومتی مثل حکومت فعلی باشه که دوست سالاری در واقع در کشور حکمرانی میکنه. دیگه متوجه خواهید شد که این گونه فقر گسترده‌ای که در تمام ارکان جامعه ایران دیده میشه از چه روی ایجاد شده و چرا پایان پیدا نمیکنه و روز به روز گسترده تر میشه. حالا ما میخوایم برسیم به پیامدهای گوناگون فساد، چون ما داریم میدونیم که فسادی که در یک کشور وجود داشته باشه یا در یک جامعه وجود داشته باشه، خب یک پیامدهای گوناگونی داره. نخستین پیامد فساد در یک کشور پیامدهای سیاسیه. با زیر پا گذاشتن یا حتی براندازی فرایندهای رسمی قانونی و حکمرانی خوب، یک کشور ضعیف میشه. فساد در انتخابات و در قوه مقننه در واقع پاسخگویی به ملت رو کاهش میده و نمایندگی در واقع در سیاستگذاری های درست در کشور رو خدشه‌دار میکنه. فساد در قوه قضاییه کلن حاکمیت قانون رو به خطر میندازه، یعنی قانونی دیگر بر یک کشور مستولی نخواهد بود. و فساد در مدیریت دولتی منجر میشه به ارائه ناکارآمد خدمات به یک ملت. برای به ویژه مثلا کشورهایی که جمهوری هستند، که به اصطلاح جمهوری یعنی حکومت
قانون بر یک ملت، میبینیم که این نوع فساد در واقع اون برتری یا حکمرانی قانونی و مدنی رو زیر پا میگذاره و به طور کلی اگر این رویه های قانونی نادیده گرفته بشن، منابع از بین میرن و دفاتر دولتی خرید و فروش میشن و فساد در واقع ظرفیت کارایی دولت رو کاملا از بین میبره. فساد سیاسی، یعنی فساد در یک کشور، دولت، پیامد سیاسیش اینه که مشروعیت یک حکومت و ارزش‌های در واقع دموکراتیک رو هم از بین میبره و حتی میتونیم بگیم که اعتماد مردم به یک حکومت و اون تحمل و مدارایی که باید مردم داشته باشن برای سازندگی یک کشور و باید دولت داشته باشه برای شنیدن نظرات مردم به کل از بین میره و شواهد نشون داده شده که تنوع در سطوح فساد در بین حتی دموکراسی‌های پردرآمد، یعنی کشورهایی که دموکراتیک هستن و خیلی هم وضع مالی خوب و درآمدهای خوبی دارن، حتی میتونه کشورها رو در واقع آسیب پذیر بکنه و تصمیم گیرنده ها رو به نحو قابل توجهی سطح پاسخگوییشون رو بیاره پایین و کشورهایی که ضعیف‌تر هستن از نظر دموکراسی و از نظر منابع مالی، فساد و رشوه میتونه به کل همه ارکان اعتماد به نهادهای گوناگون دولتی و به کشورداران رو از بین ببره از سوی مردم و همچنین میتونه بر ارائه کالاها و خدمات از سوی دولت یک کشور به مردم اثر بذاره و هزینه های کالا و هزینه های خدمات رو در واقع میبره بالا به خاطر اینکه کارایی اون دولت ها روز به روز داره میاد پایین. از این رو میبینیم که در کشورهایی که فساد توشون زیاده، هزینه های زندگی، هزینه های کالا و همه هزینه‌های گوناگون یک جامعه به نحو وحشتناکی میره بالا. پس اگر در یک جامعه شما دیدین هزینه‌ها داره به نحو وحشتناکی میره بالا و در واقع کارایی خدمات رسانی از بین رفته، بدونید که تا بیخ دندان اون کشورداران فاسد و فساد همه ارکان یک دولت رو گرفته و پروژه های گوناگون سازندگی و دولتی اصلا با هزینه های واقعی اجرا نمیشن و مقرون به صرفه نخواهند بود به خاطر دزدی های بی حد و حصر و در نتیجه نه پروژه جدیدی اجرا میشه، نه زیر ساختی ساخته میشه، نه کالاها درست اداره میشه، نه خدمات درست اداره میشه و همه ارکان یک جامعه رو میبینید که این فساد از بین میبره. حالا برسیم به پیامدهای اقتصادی. در بخش خصوصی فساد از طریق قیمت پرداختهای غیرقانونی که در واقع دارن میکنن به دولت فاسد و سیستم فاسدی که در کشور از اقتصادی وجود داره، در واقع هزینه های خدمات خصوصی هم میره بالا، هزینه مدیریت مذاکره در واقع با مقامات دولتی و خطر نقض توافق ها زیاد میشه و هزینه های تجارت افزایش پیدا میکنه و در واقع میتونیم بگیم که مقامات حتی در قانونگذاری قوانین جدید و تأخیری و پر از فسادی رو تصویب میکنن که به نفع خودشون باشه از نظر اقتصادی و در نتیجه مقررات زیر پا گذاشته میشه، هزینه انجام هر پروژه اقتصادی میره بالا و طولانی میشه و در واقع زد و بندهای پشت پرده، رشوه دادنهای گوناگون بسیار میره بالا و هزینه کسب و کار افزایش داده میشه، شغل‌های واقعی از بین میره و زمینه‌های پژوهش و خلاقیت و نوآوری به طور کلی در یک جامعه فاسد از بین میره که اینها همه در واقع پیامدهای اقتصادی اونه در جامعه و رقابت‌ها هم از بین میره از نظر اقتصادی، چرا که همه چیز بر مبنای رشوه و زد و بند و رانتخاری انجام میشه و در نتیجه شرکت‌های ناکارآمد و افراد ناشایسته پروژه‌های گوناگون رو به عهده می‌گیرن و این موجب میشه که اقتصاد یک کشور رو بیش از پیش زمینگیر کنن و نابود بکنن. فساد اقتصادی که
در یک کشور هست مستقیما هم تاثیر داره بر نرخ مالیات ها و نرخ در واقع رشوه هایی که داده میشه کمتر هست از مالیاتی که باید به دولت بدن. در نتیجه همه اینها موجب میشه که رشوه های زیر میزی بیشتری بدن برای که از مالیات ها بگریزن و خود این رشوه ها موجب میشه که مالیات هایی که باید برگرده از طریق حالا گمرک ها یا از درآمد های گوناگون در کشور به سمت دولت برای سازندگی بیشتر همش مختل میشه و در واقع دولت چرخ اقتصادیش باز نیست از چرخیدن. در برای نمونه مثلا در اوگاندا میخوام براتون مثال بزنم، رشوه تأثیر منفی بیشتری داشته بر فعالیت شرکت ها نسبت به مالیات. در واقع هرچی اگر مردم بدون اینکه رشوه بدن مالیات رو به دولت پرداخت میکردن، در واقع نشون میده که 1% مالیات موجب شده که مردم برای فرار از اون 1% مثلا مالیات بیان برن به سمت رشوه ها و زیر میزی ها، در حالی که همین رشوه هایی که میدن چیزی حدود 3% در واقع انگار داره در نهایت به مردم مالیات رو تحمیل میکنه، ولی مردم اینو نمیفهمن، فکر میکنن برای فرار از اون 1% مالیات باید به رشوه دادن روی بیارن و در نهایت میزان رشوه‌ای که در سال دارن میدن انگار که دارن 3% مالیات در اون کشور میدن. و همچنین انحراف سرمایه گذاری های عمومی به پروژه های و سرمایه هایی که توش رشوه فراوان تره موجب میشه انحراف اقتصادی ایجاد بشه در بخش دولتی و پیچیدگی فنی پروژه های بخش عمومی گسترش پیدا کنه. پیچیدگی ها گسترش پیدا میکنه و معاملات پنهان میشن، سرمایه گذاری ها مخدوش میشن و انطباق با مقررات ساختمانی، زیست محیطی و سایر مقررات روز به روز کاهش پیدا میکنه و خدمات و زیر ساخت هایی که در یک جامعه ساخته میشه روز به روز بیپایه تر و آبکی تر میشه و زیر ساخت های دولتی کاهش پیدا میکنه. در نتیجه شما میبینید یک اتفاقاتی مثل این فساد ساختمان سازی، فساد پل سازی، فساد در ساختن به اصطلاح مهندسی ساختمان ها و پل ها و جاده ها و سد ها روز به روز بیشتر میشه و برای همین هست که مثلا در کشوری مثل ایران شما میبینید انواع و اقسام سد هایی که ساخته میشه میشکنه، موجب راه افتادن سیل میشه، موجب کشته شدن مردم میشه، پل هایی که میبینید میسازن و میریزه، جاده هایی بدون زیر ساختی که نشست میکنه و ماشین های زیادی رو از بین میبره، میریزه، ماشین ها فرو میرن. در بسیاری از جاها دیدین که متروهای پروژه‌های آبکی مترو موجب شده زمین‌ها فروکش کرده در بخش‌هایی که زیر ساختار رو درست نساختن و بدون کارشناسی درست ساخته شده و خیلی اوقات قطارهایی که خطای قطار می‌بینید از ریل خارج میشه و صدها نفر رو به کشتن میده. یا همین اخیراً که خب دیدیم پروژه ساختمان متروپول در آبادان، همه اینها به خاطر این راندخاری‌ها و رشوه دادن‌ها و دور زدن‌های قوانین ساختمان و قوانین شهرسازی درست از رشوه ها و زیر میزی دادن ها به خاطر فساد گسترده ای که در سیستم های سیاسی و اقتصادی کشور هست و برای همین هم هست که میبینید که مرتب عوامل پشت سر توسعه اقتصادی در کشور در حال تخریب اقتصادی کشور هستند و استخراج از طریق اون رانت ها و سرمایه هایی که مرتب میبینید از دولت و ملت به سرقت میره و انتقال میشه، این سرمایه های مالی انتقال داده میشه به خارج از کشور به جای سرمایه گذاری در داخل کشور و اکثر این کشورهایی که در اونها سیستم های فساد هست مثل سیستم های کشورهای آفریقایی که این مشابهش در خاورمیانه خودمون هم هست، میبینید که اکثر این سران و این دیکتاتورهایی که در این کشورها هستن حساب بانکی های گوناگون تحت نام های گوناگون در سوئیس، لوکزامبورگ و کشورهای دیگه دارن و مثلا یک نمونهش در نیجریه بیشتر از 400 میلیارد دلار بین سال 1960 تا 1999 از خزانه کشور توسط رهبران نیجریه به سرقت رفت. در خود ایران هم دارید شما میبینید در 14 دهه گذشته چند صد میلیارد
دلار از ثروت‌های ملی ایران، ملی مردم، کشور و از بودجه‌هایی که باید صرف آبادانی و سازندگی کشور بشه به سرقت رفته در بانک‌های گوناگون توسط مقامات مختلف سران دزد اسلامی حاکم بر ایران به سرقت رفته و به جای اینکه این سرمایه‌ها در ایران صرف بشه یا خرج منافع یعنی دزدی‌های شخصی شده یا خرج کارهای تروریستی مثل مثلا همون سپاه قدس و اون قاتل مشهور سلیمانی جنایتکاری که در کشورهای گوناگون پول مردم ایران و خرج کشت و کشتار و بمبگذاری و عملیات تروریستی و عملیات به اصطلاح پشتیبانی های گوناگون از داعش و این و اون و سیستم های تروریستی دیگر کرده بود. از عواقب دیگری که فساد در کشورها داره پیامدهای زیست محیطی و اجتماعیه. در واقع کشورهایی که معمولا کمترین درآمد سرانه رو دارن و معمولا با تکیه بر کمک‌های خارجی برای خدمات بهداشتی و محیط زیستیشون استفاده میکنن مثل کشورهای آمریکای جنوبی، کشورهای آفریقایی، کشورهای مثل افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه و همیشه کشورهایی که یا مثلا در اون آسیای دور کشورهایی مثل برمه، کشورهایی مثل مثلا لاوس، کامبوج و کشورهای عقب مانده دیگری که در گوشه های مختلف جهان هستند، هر گونه کمک های انسان دوستانه و پول های اهدایی که از خارج از کشور میریزن برای کمک به بهداشت، برای کمک به بودجه تحصیلی، آموزشی، آب بهداشتی، مصارف گوناگون درمانی و غیره به سرقت میره و دزدی میشه. تقریبا نیمی از بودجه هایی که داده میشه به این گونه کشورها هرگز در بخش های بهداشتی و محیط زیستی سرمایه گذاری نمیشه و در عوض پول اهدا شده از طریق داروها یا امکانات بهداشتی و درمانی گوناگون در بازارهای سیاه فروخته شده و پرداخته شده به حقوقهایی که به کارمندان ارواح به اصطلاح میگن، یعنی کارمندانی که وجود خارجی ندارن ولی براشون ردیف‌های بودجه حقوقی در این کشورها گذاشته میشه و میگن مثلا ما به این تعداد کارمند مثلا بخش بهداشت و درمان یا بخش مثلا محیطبانان و زیستبانان و از این حرفا دادیم یا برای مثلا حفاظت از مثلا شیر آفریقایی یا مثلا نمیدونم کانگوروی مثلا سریلانکا این چیز چی بهش میگن این به اصطلاح نمیدونم این حیوانات مختلفی که در سریلانکا و جاهای دیگه وجود داره مثل این رینو حالا کرگدن ببخشید کرگدن مثلا سریلانکایی یا این یا اون صرف شده و اینا همش به دروغ، نه کارمندی برای اینها گذاشته شده و نه هزینه‌ای برای نگهداری و درمان و این حرفا مصرف میشه و در واقع شهروندان خودشون این گونه سران دزد و این به اصطلاح حکومت‌های فاسد محلی شهروندانشون رو از منابع مورد نیاز حتی از کمک‌های خارجی محروم می‌کنن و این فسادها موجب میشه نه تنها بهداشت و درمان کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته تخریب بشه بلکه محیط زیست تخریبش تسهیل بشه، سریع‌تر بشه و میدونیم که با اینکه این گونه کشورها قوانینی برای حفظ محیط زیستشون دارن ولی مقامات محلی به راحتی رشوه میگیرن و این قوانین رو اجرا نمیکنن و پیشگیری میکنن از تشکیل انجمنهای محیط زیستی، انجمنهای مثلا بهداشتی درمانی، از تشکیل اتحادیه هایی که برای کار کودکان یا برای نقض مثلا حقوق زنان یا برای امثال اینهاست. تمام این کشورهای فاسد مزایای اقتصادی نامشروعی در واقع به دست میارن در بازارهای گوناگون و این دزدی ها در واقع ادامه پیدا میکنه. در واقع یکی از اقتصاددانان که برنده جایزه نوبل هم بوده به نام آمارتیا سن این چیزی رو مشاهده کرده، میگه که ما پدیده‌ای به نام مشکل قضایی غیر سیاسی اصلا وجود نداره در جهان. یعنی شما در هر جایی که
شما خشکسالی میبینید، رویدادهایی که شرایط قحطی رو ایجاد کرده میبینید در کشورهای مثلا آفریقایی، در آمریکای جنوبی یا در کشورهای بسیار فقیر دیگر در گوشه و کنار جهان، اینها یا در اثر عدم اقدام دولت هست یا در اثر اقدامات مخرب دولت ها هست که این اتفاقات در اون کشورها افتاده و خشکسالی و قحطی و در واقع محرومیت های گوناگون رو برای ملت هاش ایجاد کرده. دولت هایی که دوست سالاری توشون هست امنیت غذایی ملتشون رو ضعیف می کنن و حتی اگه برداشت محصول هم در این گونه کشورها خوب باشه، انقدر دزدی دولتی زیاده و انقدر اموال دولتی رو افرادی که در اونجا هستن سرقت میکنن، اموال ملی رو سرقت میکنند که ملت‌های خودشون رو دچار مشکلات غذایی و بهداشتی میکنن که واقعا نباید وجود داشته باشه. برای اینکه شما اگه بخواید در نظر بگیرین، چین کشوری نیست که خیلی ثروتمندتر از هندوستان باشه. حتی جمعیت چین به مراتب بیشتر از هندوستان بود برای دهه ها. اما در چین ما اون گونه فساد گسترده‌ای که در هند هست رو نمی‌بینیم. در نتیجه گرسنگی، قحطی، فقر بهداشتی، فقر تحصیلی در چین اون اندازه‌ای نیستش که در هند می‌بینید و به طور کلی مثلا در بیهار هند بیشتر از 80% کمک‌های غذایی یارانه‌ای که توسط حالا کشورهای جهان شده یا حتی توسط دولت تعیین شده بوده برای مثلا دادن به فقرا در اون مقطع زمانی یا در اون بخش هند، همش توسط مقامات فاسد به سرقت رفته و در واقع اغلب دولت‌ها این جنایتکاران و این جنگ سالارانشون به طور یکسان اسلحه ها رو سرقت میکنن و برای سود میفروشن و امکانات ملی و دولتی رو ازش استفاده نامشروع میکنن و پولهایی برای منافع شخصی خودشون به جیب میزنن. برای همین بسیاری از کشورهایی که شما میبینید با مشکل غذا و بهداشت و درمان و آب و این چنین چیزهایی، آب آشامیدنی سالم یا واکسیناسیون یا غیر مواجه هستن، واقعا کشورهای فقیری نیستن. و اگر اینها مدیریت‌های منظمی داشتن، دولت‌های غیر دزدی داشتن و برنامه‌ریزی‌های گوناگون می‌کردن، امنیت غذایی، امنیت شغلی، امنیت ساخت زیر ساخت‌ها و پیشرفت کشور خودشون رو می‌تونستن تضمین بکنن، در حالی که به عمد این کشورها با سرقت و با دوست سالاری حاکم بر اونها مردم خودشونو فقیر، گرسنه، بیمار و درمانده و روی زمین خشک و خالی و فقر و فاقه نگه می‌دارن. بنابراین فساد انواع و اقسام گوناگون داره و پیامدهای گوناگون داره که بهتون گفتیم فساد سیاسی، پیامد سیاسی داره برای اداره کشورها، پیامد اقتصادی داره، پیامدهای زیست محیطی داره و بهداشتی و درمانی داره، پیامد بر کمک‌های بشردوستانه داره که موجب میشه که کشورهایی که انقدر دوست هستن به مرور تمایل جهانی برای کمک کردن به اونها کم بشه و حتی توزیع به اون کشورها کم بشه و هدف گذاری ها کم بشه برای اینکه به اون گونه کشورهایی که دو سالار هستن انجام بشه. و از سوی دیگر در واقع بسیاری از این گونه ثروت ها خرج کارهای تروریستی، خرج گروه ها و گروهک های میلیشیا یا نیمه مسلح یا گروه های مسلح غیرقانونی و یا گروه های ایدئولوژیک خطرناک مثل این گروه های اسلامی گوناگون در جاهای گوناگون جهان میشه و در واقع فساد و انتقال در واقع قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن و قاچاق زنان و کودکان برای مصارف سکسی یا برای استفاده های گوناگون برای فروش، خرید و به اصطلاح اتفاقات بسیار بد دیگری رو افزایش میده. سوء تغذیه رو این گونه فسادها در جهان گسترش میده، بیماری ها، زخم ها، شکنجه ها،
آزارها، اذیت‌های گروه‌های خاص و ناپدید شدن، اعدام‌های غیرقانونی، جابجایی اجباری مردم، کشتار گوناگون در درگیری‌های مسلحانه و همه اینها نتایج فساد گسترده است که در جهان در بخش‌های گوناگون دیده میشه، در دولت‌های گوناگون دیده میشه و اینا موجب از بین رفتن فرهنگ، از بین رفتن بهداشت، از بین رفتن به اصطلاح کوالیتی زندگی مردم، پایین اومدن در واقع امکانات برای زندگی انسانها و نسلهای بعد در جهان میشه و سیستمهایی که در این کشورها وجود دارن به شدت ناشفاف هستن، غیر پاسخگو هستن و هر جا هر کشوری به شدت غیر پاسخگو و پشت هم‌انداز و دروغگو و دروغ پرداز میشه، مدیریت ها ناکارآمدتره و منابع مالی و انسانی به شدت داره هدر میره یا حیف و میل میشه و در واقع طمع و فساد موجب میشه که همه زیرساخت‌های کشورها از بین برن و مردم یک کشور با اینکه میتونه یک کشور کاملا ثروتمند باشه مثل کشورهای خاورمیانه که همه‌شون کمابیش بی اندازه منابع مالی، گاز، نفت، منابع زیرزمینی، طلا، فلزات به اصطلاح ارزشمند گوناگون و خیلی امکانات دیگه دارن که میتونن بر مبنای همینا خیلی قشنگ با مدیریت‌های درست ساخته بشن و کشورها رو به سرمنزل مقصود برسونن، می‌بینیم که روز به روز بدتر میشن و فساد در لایه‌های گوناگون جامعه موجب میشه که مردم از ارتقای فرهنگی، تحصیلی، بهداشتی، تکنولوژیک و سطح زندگی به طور کلی محروم بشن و هیچ کس پاسخگو نباشه و زندگی رو برای میلیاردها نفر در جهان این گونه افراد فاسد و دزد خراب میکنن. یادمون باشه فساد مختص کشورهای فقیر و در حال توسعه یا در حال گذار از به اصطلاح در حال توسعه به سمت توسعه یافتگی فقط نیست. در کشورهای غربی هم ما میبینیم که رشوه در سایر اشکالش دیده میشه، رشوه هایی که تامین کنندگان ممکنه امکانات کشوری داده بشه، نماینده هایی که با خرید و فروش انتخاب میشن، رشوه هایی که میگیرن برای تبلیغاتشون. در صنایع خودروسازی جهان فسادهای زیادی انجام میشه و میان کانترکتورهای به اصطلاح بیکیفیتی رو انتخاب میکنن، حتی کمپانی های خیلی سرشناسی از خودروسازی جهان هنگامی که میان کارخونهاشون منتقل میکنن به مثلا آمریکای جنوبی یا به چین یا به هند یا به کشورهایی که ما میدونیم توشون خیلی فساد زیاد هست، در واقع یک جورایی دارن تهدید میکنن کیفیت ساخت کالا رو و کیفیت در واقع زندگی کل جهان رو میارن پایین. انواع و اقسام این گونه فسادها رو ما در کشورهای غربی دیدیم، مثلا صنایع خودروسازی بارها و بارها شده در بخش‌های مختلف جهان توی آیه هایی مثلا میگن که بیان کیسه هوای این خط تولید تویوتا ایراد داشته یا مثلا دفیبریلاتورهای مخازن مثلا کمپانی‌های مختلف کیفیتش پایین بوده، یا اینکه دانشگاه‌های معتبر جهان دیدید که در کشورهای غربی رشوه گرفتن. همین چند وقت پیش در دانشگاه‌های در دانشگاه برکلی یا دانشگاه فکر کنم UCLA بود که رشوه می‌گرفتن از این هنرپیشه‌های مشهور سینما که فرزندانشون رو با اینکه نمره‌هاشون خوب نبود در این دانشگاه‌هایی که سالی 70 80 هزار 100 هزار دلار باید داده بشه برای ثبت نام در اونها، میومدن از آدم ثروتمند رشوه گرفتن و بچه های این سلبریتی ها به اصطلاح هنرپیش های افراد سرشناس رو راه دادن تو اونجا و مدارکی که گرفتن. یا مثلا خود دانشگاه ییل یا هاروارد میبینید که سهمیه هایی مثلا به عنوان مثال برای سیاه پوستان یا برای کسان دیگه میذاره که حتی نمره اینها ممکنه از سفید پوستان یا زرد پوستانی که در این گونه دانشگاه ها با نمره های خیلی بالا معمولا پذیرفته میشن، می
میبینید که افرادی رو قبول میکنن که اصلا نمره هاشون در اون سطوح نیست، ولی به خاطر اینکه اینها رو بعدن بیارن بکنن نخست وزیر، رئیس جمهور، نمیدونم مسئول این اداره، رئیس اون دانشگاه فلان، اینا رو میارن و به صورت کاملا پارتی بازی راه میدن به این دانشگاه های خوب. و بعد هم میبینید که فلان کسک دکترا از هاروارد، از ییل، در حالی که نگاه که میکنید آیکیو این آدم اصلا در حد پذیرفته شدن و در حد 5% بالای مثلا دانشجویان جهان نبوده که به این دانشگاه‌های فوق‌العاده سخت و سطح بالا و به اصطلاح با پرستیژ قبول بشن، ولی می‌بینید که قبول شدن و مدرک دارن که فردا بتونن در 10 سال 15 سال آینده از اینها رئیس جمهور در بیارن یا نماینده مجلس در بیارن یا سرانی برای این کار یا اون کار مهم سیاسی و اقتصادی بتونن مهره‌هاشون رو بچینن. برای همین می‌بینیم که فساد می‌تونه خیلی تاثیرات مخربی در جهان داشته باشه. فساد در بین در یک مطالعه در سال 2008 شده بوده که اومدن دیدن که در جهان 30% از پاسخ دهندگان به اون حالا یک به حساب حالت همه پرسی، یه حالت تستی که در بین پژوهشی که انجام شده بوده، 30% از پاسخ دهندگان گفتن سطح فساد بسیار بالا بوده و 19% گفتن فساد در سیستم های دولتی متوسطه و فقط 1% مردم جواب داده بودن که فساد در سطح دولتی کمه. بنابراین میبینیم که بیشترین فساد در ذهن مردم در واقع 33% گفتن که خیلی اوقات پلیس راهنمایی رانندگی در کشورهای گوناگون خودشون فساد دارن، رشوه میگیرن که جریمه نکنن یا مثلا پول زیر میزی میگیرن، در تصادفات مثلا گواهی به نفع کسی رو خاصی رو صادر بکنن یا از این حرفا. 28% گفتن که مقامات محلی فاسد هستن. 16% گفتن که در بهداشت و درمان فساد وجود داره. 15% گفتن در آموزش و پرورش فساد وجود داره. این البته یک تحقیقی بوده که سال 2008 انجام شده بوده، اما کمابیش میتونیم درک بکنیم که به هر حال فساد در درصدهای گوناگونی در از نظر مردم در سیستم‌های مختلف وجود داره، حالا از پلیس تا آموزش پرورش یا بهداشت و درمان یا مقامات محلی، حتی در فعالیت‌های گوناگون ورزشی، داوران، بازیکنان، کادر پزشکی و آزمایشگاهی درگیر در کنترل دوپینگ یا اعضای فدراسیون‌های ملی ورزش، کمیته‌های بین‌المللی در مورد تخصیص قراردادها، مکان مسابقه ها و انواع اینها، درشون فسادهای زیادی دیده شده و همین نمونه هم دیدیم که ما در مورد در فیفا مثلا انواع و اقسام فسادها رو ما داریم میبینیم، از نظر مثلا اجازه دادنی که یک تیم شرکت بکنه در مسابقات ورزشی یا نکنه، یا در کدوم کشور مسابقه برگزار بشه، یا کدوم کشور رو از شرکت محروم بکنن در یک مسابقه. و اینا معمولا خیلی هم مصنوعی به نظر میرسه، خیلی اوقات ما هممون متوجه میشیم که احتمالا فسادی انجام شده، یه زد و بند پشت پرده ای بوده و میبینیم که این فساد هیچ مرز جغرافیایی نمیشناسه. اما به طور کلی اون چی که ما داریم میبینیم اینه که فساد تاثیر واقعیش ویرانگره، خواه این که پول از خزانه دولت بیرون بیاد یا سیاستی هدایت بشه توسط یک دولت که به نفع عموم یا به نفع مردم یک کشور نیست. و میبینیم که فساد حتی تصورش خطرناکه، برای اینکه باور مردم رو به کشورداران، باور مردم رو به نهادهای دولتی ضعیف میکنه و ایجاد بحران میکنه در واقع سیستم گسترش داد در سراسر جهان و شفافیت سازمانهای بین‌المللی زیر سوال میره و شهروندان اعتمادشون رو از دست میدن به ارگانهای بین‌المللی مثل سازمان ملل، مثل سازمان بهداشت جهانی. دروغهایی که در زمینه کرونا به مردم جهان سازمان بهداشت جهانی گفت برای لاپوشونی کردن به اصطلاح تأثیری که چین داشت در گسترش این ویروس، برای آزمایشگاه‌های پشت پرده‌ای که آمریکا در ووهان چین داشت و برای به اصطلاح
خیلی از این گونه فسادهایی که میلیون ها نفر رو در سراسر جهان کشت به کشتن داد و ظهور دولت های پوپولیستی چالش هایی رو ایجاد میکنه به خاطر همین فسادها و میبینیم که نخبگان به کنار رانده میشن، افراد بیمایه به سران کشورها تبدیل میشن و این فساد موجب میشه که نهادها ضعیف بشه و قدرت بیفته دست آدم های ناشایسته و در واقع اهرم های قدرت رو استفاده میکنن با دست های پشت پرده سرمایه‌داری ها و خودشون رو ثروتمندتر میکنن دولت های پوپولیست، ولی به زیان ملت ها در دراز مدت تموم میشه و میبینیم که نخبگان دارن روز به روز بیشتر تلاش میکنن که امتیازاتی رو بگیرن برای اینکه شایستگان سعی کنن بر سر کار بیان و دست افرادی که دولت‌های پوپولیستی رو دارن از پشت پرده میارن روی کار رو میکنن و میبینیم که این در واقع نابرابری ها و این فساد ها رو دارن یک جورایی نشون میدن با همه این که مدیا معمولا داره سرپوش میذاره و فساد های گوناگون دولت ها و دست های پشت پرده ای که این فساد رو در میدیا و بقیه جهان هدایت میکنه، ولی میبینیم که این چالش های جهانی، نابرابری ها و این فساد نمیتونه ادامه داشته باشه. اگه ما بخوایم چرخ رو چرخ به چرخه، اگه بخوایم سنگ رو سنگ بمونه بدون اینکه مبارزه کنیم با فساد، نخواهیم تونست راهی به پیش ببریم و این موجب میشه که خشم مردم به طور فزاینده زیاد بشه و سرنگونی دولت‌های فاسد و رهبران آلوده انجام بشه. این اتفاقی که الان داره در ایران میفته و این خشم فزاینده‌ای که در 4 دهه در سر دولت فاسد و ناکارآمد و سرکوبگر بر مردم رفته، از نهادهای داخلی تا بین‌المللی، بالاخره میبینیم که کمپین‌های گوناگون و در واقع خود این مردم هستند که یک چالشی رو ایجاد میکنن برای مبارزه با دولت‌های فاسد و به زیر آوردن و سرنگون کردن این دولت‌هایی که در واقع نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی رو دارن در جهان رقم میزنن و این رسوایی ها داره روز به روز بیشتر میشه در جهان و ما میبینیم که از خود ایالات متحده تقلب های انتخاباتیش تا کشورهای بسیار خفقان زده مانند ایران یا کشورهای دیگر اسلامی، بالاخره این بیداری های ملی صورت میگیره و در واقع تا ریشه‌کن نکنیم فساد رو در جهان نمیتونیم سازندگی و نمیتونیم آبادانی رو در کشورهای گوناگون ببینیم، به ویژه در ایران خودمون که شاید یکی از بدترین سیستم‌ها و فاسدترین سیستم‌های جهان درش حکم میرانه. سپاسگزارم بانو آرتمیس عزیز. چند رو مطلب کوتاه که من اضافه کنم، البته این بحث خیلی تخصصی بود چون در مورد فساد اقتصادی و سیاسی خب نیاز به تخصص داره در این زمینه، منتها من یک سری یک چند تا مطلب رو به صورت کامنت من اضافه میکنم. یکی اینکه فساد در حکومت جمهوری اسلامی، من مطلقا میگم حکومت جمهوری اسلامی متعلقه به سران جمهوری اسلامی، اسمشو نباید بذاریم حکومت ایران، این حکومت مختص دزدان جمهوری اسلامی هست. تو کشور ما که کلن دزد سالاری به قول شما یا فاسد پروری بیش از هر چیزی در این سیستم حکومتی رواج داره، ما میبینیم که حتی رشوه گرفتن و رشوه دادن به افرادی که برای این حکومت کار میکنه، حالا ما کار نداریم به کله گنده این حکومت، من صحبتم با اون افرادیه که در بسیج های محله در نیروی انتظامی، کسانی که هنوز وابسته هستن به جمهوری اسلامی، با حداقل ها دارن مزدوری میکنن، با حداقل ها در حد یک کیسه برنج و یک حلب روغن یا حالا یک کیک و ساندیس هم دیدیم که گاهن خود فروشی سیاسی میکنن به قولی، برای سرکوب مردمی که از دست همون حکومت به این روز افتادن به خاطر فساد اقتصادی سیاسی و در همه ارکان و زمینه ها فساد همون حکومت باعث شده که این مردم
به جایی برسن که کار به استخونشون برسه و اگر اعتراض بکنن برای حق و حقوق شهروندیشون، همین مزدورهایی که به خاطر اندک مثل یک استخون که در جلوی یک، دوست ندارم بگم سگ چون من واقعا سگ دارم و سگم هم خیلی دوست دارم، یعنی کثیف‌ترین موجودات انسان‌ها کسایی هستن که با حداقل‌ها هم نوع خودش و هم وطن خودش رو سرکوب میکنه. یکی مسئله این بود، از نیروی انتظامی تا بسیج و سپاه تا همه کسایی که دارن با حکومت جمهوری اسلامی کار میکنن و به صورت بسیار گداگونه، یعنی در حد اینکه میگن یه شکم فقط سیر بشه، اینقدر ارزون خودشون رو میفرن. دزدی های کلان رو دارن کسای دیگه میکنن، سرمایه گذاری در کشورهای دیگه. و یکی این، یکم من میخواستم در مورد ساختمون هایی که توی آبادان، چون من آبادان زندگی میکردم در واقع، زمانی که این رانت ها باعث میشه خب یک عده خاصی، من یک زمانی توی یک سری پروژه ها کار میکردم، از مسکن مهر تا پروژه های نفتی حتی. البته من نه به صورت یک شرکت کوچیکی داشتم، ولی عمق فساد رو من در اون ارگان ها دیدم که چطور برای مناقصه ها رشوه داده می شد. در نفت مرکزی اهوازجا داری اینو بگم، در پروژه هایی که در منطقه عسلویه انجام می شد با دادن رشوه های هنگو و تحویل گرفتن بدون داشتن تخصص، یعنی فقط و فقط به سبب رابطه و چون که دست داشتن در این ارگان ها و پول می گرفتن، پول های کلان، و مثلا پروژه رو باگذار، پروژه خاکبرداری یا پروژه سرچاهی یا حالا ساختمان های مسکن مر و همه اینها، حتی گرفتن مجوز صادرات قیر هایی که قیرش وجود نداشت، فقط و فقط مجوز صادر می شد از شرکت نفت دلیجان تا پاسارگاد آبادان تا جی اصفهان. یعنی اگر بخوایم اینها رو بشکافیم وحشتناکه، یعنی میرسیم به چیزایی که ما حتی سر هیچ پولهای هنگفت جابجا میشد، یعنی یک قضیه که وجود خارجی نداشت، یک باری که وجود خارجی نداشت، اما مجوز ها، مثلا مجوز صادرات قیر رو میگرفتم 150,000 تن مثلا، اما اون بار وجود خارجی نداشت، منتها میومدن از قیرهای دمیده، قیرهای کارخونه‌ای رو به جای قیر جی اصفهان. این خیلی ها حالا فردانه انجامن ترور کنن بگن چرا اینا رو گفته، فقط مجوز میگرفتن که بعدها بتونن مجوز صادرات، نه مجوز مثلا حالا کارهای داخلی یا مثلا ساخت ساز جاده، اونا که بماند که از چه مواد سطح پایین و بیکیفیتی، میبینیم که الان داریم نتیجهش هم میبینیم که ساختمون سازی ها، جاده سازی ها و همه اینها که شما اشاره کردید. یکی این مثلا ما دیدیم که این ساختمون متروپول که این همه خانواده رو عزادار کرد، این همه جوون تازه ازدواج کرده، کسایی که آرزوها داشتن، کسب و کارشون رو انداخته بودن توی اون برج و امیدها داشتن که سالهای سال تا آخر عمرشون بتونن کسب درآمد بکنن. البته که در جمهوری اسلامی که این همه فاسده، ما هرگز نباید توقع داشته باشیم که فردای روشنی داشته باشیم در سایه این حکومت، همیشه باید منتظر مرگمون باشیم در هر ثانیه و هر لحظه و هر از هر جایی، چه تو هوا باشیم، چه تو زمین باشیم، تو قطار داریم میریم، تو اتوبوس باشیم، یا داریم از کنار تو خیابون تو سایه زیر مثلا برج متروپول داریم، نه در هر صورت ما باید منتظر یه اتفاق وحشتناک حتی مرگمون باشیم در جمهوری اسلامی. ولی میخوام مقایسه کنم با آرتمیس، ساختمون متروپول که گویا پایان کارش رو سال 1400 گرفتن اگه اشتباه نکنم، با ساختمون امیر هتل امیرکبیر که دقیقا در همون خیابون هستش، با ساختمون سینما تاج و ساختمون های دیگه که تو آبادان هستش، اینها همچنان بعد تو دوران جنگ پا بر جا موندن، چون تو دوران ساخته شده بودن که مملکت صاحب داشت و هر چیزی سر جای خودش بود، نه الان که ما میبینیم که تحصیل کرده ها و نیروهای متخصص ما، چون داشتیم صحبت میکردیم من ناخودآگاه به یاد کولبرای کردمون افتادیم که در اون برف و سرما با اسب و یا حتی به دوش میکشن
بارهایی رو که به خاطر اینکه بتونن فقط به زندگیشون ادامه بدن. اما افراد غیر متخصص از رئیس جمهورمون بگیر که شش کلاس بیشتر سواد نداره، تا افرادی مثل محسن رضایی که مثلا شما فکر کنین حرفایی که میزنه، من تا چند وقت پیش فکر میکردم یک نفر داره مثلا جوک میگه جای محسن رضایی، و خب مثلا این پستا رو توی فضای مجازی شیر میکنم، بعد نه دیدم ایشون واقعا حرفا از خود این جناب هستن. افراد غیر متخصص جای نشستن جای افراد متخصص، افراد متخصص ما دارن به بدترین شکل زندگی میکنن. شما با چند نفر ما دیدیم مصاحبه های انجام شده که مثلا دکترای اقتصاد داشته ولی کولبری میکرده، یا مثلا نمیدونم لیسانس فلان داشته تو مزرعه کار میکرده، یا چقدر کشتیگی رو نمیدونم استاد دانشگاه میشناسم که تو آژانس کار میکنه. یعنی برعکس شدن همه اون ارزش هایی که توی جامعه میتونه سر جای خودش باشه که منجر نشه به فساد هایی که به شکل بسیار وسیع در کشور ما امروز وجود داره. یکی دیگه هم این بود که ما میگیم در تمام دنیا فساد وجود داره، منتها ما یک کشور ثروتمند داریم. من همیشه گفتم یک کشور ثروتمند داریم با حاکمان نالایق و گدا، چون آخوندها بالاخره کسایی که دارن با ما حکومت برمه حکومت میکنن آخوند هستن. آخوندها چون ذاتشون گداست و گدا صفت هستن، اینها به قول پدرم میگفت که جیب اینا اصلا ته نداره و اصلا پر نمیشه. اینها چنان دست بر زدن به سرمایه های این مملکت که هیچ جوری اینا سیرمونی ندارن. یعنی کسی که تا دیروز برای دو ریال آخونده دوریالی دوزاری اسمش روشه روزه میخونده، امروز خب یک ثروت هنگفتی دستش افتاده و نمیدونه باید یعنی اصلا چشمش هم سیر نمیشه. ما با این افراد بانو آرتمیس سر کار داریم، با دزدانی که حاکم شدن، دزدی که جای این که جاشون توی سیاه‌چاله باشه، توی زندان‌هایی باشه که مخصوص مجرمینه دارن بر ما حکومت میکنن، و کسانی که تحت حاکمیت همین حکومت دزد به فلاکت و بدبختی افتادن، برای یه شیر خشک یا یک دونه مرغ میرن دزدی میکنن. این افراد بیچاره رو قطع از یعنی دستاشون و انگوشاشون قطع میکنن که مثلا مجازات کنن دزدها رو، در صورتی که ما همه مردم دیگه این روزا براشون روشن شفاف شده که دزدای اصلی الان بر مسند قدرت هستن. و تا زمانی که ما منشه این فسادها که همون جمهوری اسلامی رو هستش از پا در نیاریم و سرنگون نکنیم، این روند ادامه خواهد داشت. بانو آتیز من خیلی صحبت کردم، خیلی سپاسگزارم از این توضیحات بسیار عالیتون در این زمینه. امشب این بس واقعا جا داشت که در موردش صحبت بشه، چون خیلی کم به این مسائل پرداخته میشه. امیدوارم که مردم ما که میبینی همه به صورت پراکنده دیگه نمیشه گفت، در همه شهرها مردم دست به اعتراض و اعتصاب زدن خوشبختانه بعد از بیانیه یا سخنان شاهزاده، مردم یک امید تو دلشون به وجود اومده. حتی دوستی از یک از شهرهای کوچیک من مسیج داد گفت که دیدی که شاه داره بر میگرده. یعنی این واقعا دهن بغضش میگیره. و امروز یه جا خوندم که نوشته بود اینقدر از وقتی که شاه قرار برگرده برکت هم به کشورمون برگشته، مرتب داره بارون میاد. ببینید مردم خوب میدونن که فرق بین شیخ و شایی که ملا مصدقی و مجاهدا دارن میگن، مردم خوب فهمیدن که شیخ جایگاهش کجا و شاه جایگاهش کجاست. درسته. اگر صحبت پایانی ندارین که سپاسگزارم ازتون بانو افسانه. ایرانی ها از دیرباز در ایران کلاسیک پیش از اسلام یکی از مهمترین ویژگی های ایرانیان راستی و درستی بود، و هنگامی یک ملت بینشش، اندیشش، گفتارش و کردارش بر مبنای راستی و درستی باشه و بدونه که هیچ راهی برای خوشبختی یک جامعه وجود نداره جز راه راست، اگر ما میخوایم هممون یک جامعه سازنده رو به رشد خوشبخت و نیک سرانجام، نیک فرجامی داشته باشیم، بایستی راه راست رو در زندگی داشته باشیم و فساد و دروغ و دزدی و نادرستی
هیچگاه هیچ کشوری و هیچ ملتی رو به سرانجام نرسونده. اگر ما از نو ایرانی بشیم، اگر ارزش‌های زندگی ما ایرانی بشه، اگر سران اداره کنندگان این کشور بر مبنای ارزش‌های ایرانی این کشور رو اداره بکنن، ما در یک دهه میتونیم دوباره بشیم سرآمد خاورمیانه و شاید در چند دهه بر تارک جهان بتونیم دوباره بدرخشیم. این کشور ثروتمند، منابع انسانی داره، منابع ملی داره، آب، خاک، گاز، نفت و از همه گوشه گوشه این کشور ثروت و در واقع برکت میباره. فقط بایستی که این کشور دوباره از نو بین این کشورهای قراضه و در هم شکسته و ویرانه همسایه خودش از نو بیاد و ایرانی بشه و باز دو مرتبه سازندگی رو آغاز بکنه و این کشور رو ببره رو به جلو و ببره رو به سرافرازی و در واقع بتونه برسونه به اون جایی که شایسته یک ملت چند هزار سال است. مبارزه با فساد از مبارزه با یک حکومت فاسد و سرنگون کردنش آغاز میشه و تغییر دادن خودمون و نگاهمون و هویتمون رو از نو ایرانی کردن. امیدوارم که این برنامه را استفاده کرده باشین و به دید سایرین هم برسونید. تا برنامه آینده. سپاسگزارم بانو آرتمیس. پاینده ایران، جاوید شاه.